پانزدهمین روز دی ماه برابر با 5 ژانویه سال 1070 خورشیدی برابر با 1691 میلادی، چاپ نخستین اسکناس اروپا در سوئد. واژه اسکناس در اصل از زبان لاتینی گرفته شده است. شکل اولیه آن اسیگنو به معنای حواله امضا شده می باشد. مبدع پیدایش اسکناس را کشور چین می دانند. البته شکل اسکناس در روزگاران قدیم با آنچه امروز می شناسیم تفاوت اساسی بسیاری داشته است. شکل و طرح و اندازه آن بسیار ساده و ابتدایی بوده است. پژوهش‌های تاریخی نشان می دهند که سایر کشورهای جهان در انتشار اسکناس از چینی‌ها تأثیر نموده و اسکناس را جانشین پول‌های مسکوک نمودند. از این رو اولین اسکناس اروپا توسط مردی به نام یوهان پالمتروک برای بانک استکهلم در سوئد چاپ شده و به معرض انتشار گذاشته شد. تا قبل از اینکه اسکناس در سوئد و سپس در سراسر اروپا چاپ و منتشر شود، مبادلات نقدی به وسیله سکه‌های چارگوش و بزرگ انجام می‌شد. در حال حاضر پول کاغذی یا اسکناس در عرصه مبادلات بین المللی و اقتصاد جهانی و سیستم پولی دنیا نقشی اساسی ایفا می کند و به اعتبار مؤسسه انتشار دهنده که اغلب دولت یا بانک مرکزی کشور می باشد گردش می کند و به همین جهت دارای ماهیت اعتباری است. سال 1307 خورشیدی برابر با 1928 میلادی، زادروز ذوالفقار علی بوتو، رئیس جمهور، سیاستمدار و پدر بی‌نظیر بوتو که در پست نخست وزیری با کودتای ضیاءالحق برکنار و چندی بعد کشته شد. او بنیانگذار حزب مردم پاکستان است. ذوالفقار علی بوتو سالها وزیر امور خارجه، رئیس کشور و رئیس دولت پاکستان بود و موفق شد پاکستان را از بحرانی که پس از جدا شدن بنگلادش به وجود آمده بود خارج سازد. سال 1373 خورشیدی برابر با 1994 میلادی، کشته شدن سرلشکر منصور ستاری، فرمانده نیروی هوایی که در قرچک ورامین به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات متوسطه وارد دانشکده افسری گردید. وی پس از طی مدارج علمی از رادار کنترل، دوره کنترلر شکاری رادار در آمریکا و اخذ لیسانس برق و الکترونیک از دانشگاه تهران به خدمت ارتش درآمد و در شمار افسران و مدیر نیروی هوایی گردید. ستاری در طول 8 سال جنگ ایران و عراق مسئولیت‌هایی چون فرماندهی، معاون عملیاتی، فرماندهی پدافند هوایی و معاونت طرح و برنامه را بر عهده داشته است و به همین سبب به سمت فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شد. وی سرانجام به همراه چند تن از مسئولان نیروی هوایی در مسیر برگشت از کیش به تهران و برای شرکت در مراسم فارغ التحصیلی گروهی از دانشجویان دوره خلبانی در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان انجام گرفت، در راه بازگشت هواپیمای او دچار سانحه شده، پس از آتش گرفتن سقوط کرد. در این حادثه وی، 6 سردار نیروی هوایی ارتش و 6 تن از خدمه پروازی کشته شدند.